بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. بنا شد که اگر خدا توفیق بدهد در ضمن اون مطالب اخلاق نظری یه قدری بیشتر به اخلاق عملی هم پرداخته بشن. در مقام اخلاق عملی شاید مهمترین عمل که در روایات و آیات قرآن هم بهش فراوان تأکید شده، قرآن فرماد حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، نمازه. بعضی از بزرگان می‌فرمودند که اگر کسی در تربیت اخلاقی نماز اونا به جایی نرسوند، چیز دیگه ای هم نمیتوند اونا به جایی برسوند. ما نماز رو گاهی ضایع میکنیم، سبک میشماریم، بهش بی اهمیتیم، دنبال اینیم که دستورالعمل اخلاقی، یه ذکری، وردی، دعایی، چی داریم بالاتر از نماز؟ اینقدر در قرآن نسبت به نماز اقیم الصلاة اقیم الصلاة یقیمون الصلاة تأکید شده، وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من، چشم روشنی من، خوشحالی من، حالا هر جور ترجمه کنیم، در این نمازه. خداوند این نعمت رو در اختیار ما قرار داد، به ما یاد دادن، تعلیم دادن، قرائتش و رکوعش و سجودش و واجباتش رو، مستحباتش رو، اما بهش بی توجهی میکنیم. هر جا آدم بخواد برسد باید با این نماز برسه. حالا یکی از ویژگی های نماز رو تو این جلسه عرض بشد. یه حدیثی دارد مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان آوردند، حدیث از امام هشتم علیه السلام و از پدرانشون، از پیامبر اکرم و از قول خود خداوند. خداوند فرمود که قسمت و فاتحت الکتاب بینی و بین عبدی. خداوند فرمود من این سوره حمد رو که مرحوم علامه فرمان منظور سوره حمد نمازه، یعنی سوره حمدی که در نماز خونده میشد، فرمان من این سوره حمد رو تقسیمش کردم بین خودم و بنده خود، نصفش مال من، نصفش مال بنده من. خیلی این حدیث شیرین و جذابه اگه آدم تو ذهنش نگه دارد و هر موقع نماز میخوند اینا رو مرور بکند. حالا یه بخشش را انشالله اگه خدا توفیق بدد امشب عرض کنیم. خداوند فرماد گویا این حمد در نماز یه گفتگوئیه بین بنده و خدا، بنده میگد خدا فوری جواب میده، دوباره بنده یه کلمه دیگه میگد خدا جواب میده. مثلا نماز همینه، یه ملاقات با خداست، یه گفتگوی خصوصیه با سلطان عالم هستیه. این در رو برای ما باز کرد. وقت اولین جمله حدیث اینه، خداوند فرمود که وقتی این بنده من سوره حمد رو شروع میکند، اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم، همین بسم الله اول سوره حمد رو که میگد، تا این بنده این بسم الله رو میگد، اگه
گوش جان آدم باز باشد، کلام خدا را میشنود، خداوند جواب میدهد. چی میگه؟ خداوند فرماد بدع عبدی بسمی، این بنده من این نمازش رو با نام من شروع کرد. اول نماز، حالا بعد از تکبیر گفت بسم الله، نام خدا رو نام منو برده، نام کسی دیگه ای رو نبرده، که منو صدا زده، کسی دیگه ای رو که صدا نزده. آدم گاهی میبیند که بین مردم عادی آدم یه نفر صدا بزنه، فوری برمیگرده جواب داد، آقا کاری داشتی؟ چه کار داری؟ چه کاری از دست من برمیاد؟ حالا مخصوصا اگه یه شخصیت محترم و فهمیده و رعوفی باشد، آدم یه صداش بزنه و خودم خدا رو صدا میزند، میگه بسم الله، و خداوندم فرماد بدع عبدی بسمی، این با نام من شروع کرده. حالا که با نام من شروع کرده، حقون علیه، این حقون علیه، حالا مثلا بگیم خداوند فرماد بر من لازمه، واجبه، تکلیفه، حالا دیگه هر جور که بشه محترمانه تعریف ترجمه بشه. خداوند فرماد حالا که نام منو برده، حقون علیه ان اتمم له اموره، کارا با نام من شروع کرده، بر من واجبه که امورشو به پایان برسونم. خب مهمترینش همین نمازه. اگه آدم خیلی سوال میکنن که آدم چی کار کنه تو نماز حضور قلب داشته باشه، از نماز بهره بیشتری ببره، غافل نشه، خب یکیش همینه که آدم وقتی بسم الله میگد توجه داشته باشد نام خدا را دارد میبرد، و توجه به این داشته باشد که حالا خدا جواب میدهد. خدا چی جواب میدهد؟ فرماد حق علی ان اتمم له اموره، بر من لازمه، شایسته است که امورش را به پایان برسونم. یکیش همین نمازه. ما گاهی خودم را عرض میکنم توجه نمیکنیم، گاهی پشت فرمان میشینیم برای اینکه به سلامتی بریم و بیایم یه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، خب خیلی هم خوبه. خب اول نمازم بسم الله میگیم، نمازو با نام خدا شروع میکنیم تا خدا این نماز رو به پایان برسوند به خوبی. و هر کاری همینطوره، با اصلا هر کاری. اگه جلسات قبل یه اشاره شد که قل انما اعظکم بواحده ان تقومو لله، یعن تقومو لله، یه مصداقش همین بسم اللهه، به نام خدا شروع میکنم، نه اینکه همطوری بسم الله میگم، یعنی خدا رو در این کارم در نظر میگیرم، برا خدا، به نام خدا. این یک. بعد در ادامه باد خداوند فرماد که حق علیه ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله یا فی جمیع احواله، برکت بدم به همه حالات، در همه حالات بهش برکت بدم. گاهی نماز آدم نماز با برکتی، با حضور قلب، با توجه، گاهی با راز و نیاز، گاهی با عشق، با سوز، گاهی هم نه، یه نماز مثل نمازای بنده بی حال، بی رمق. این از بسم الله نماز شروع میشد که آدم توجه به این داشته باشد مقابل خدا ایستاده، نام خدا رو به زبان میبره، و حالا که نام خدا رو به زبان برده، خدام فوری جواب میدهد. این طور نیست که فقط من با یه غایبی دارم حرف میزنم، نه، با خدای حاضر فوری جواب میدهد. در ادامه بنده میگد که الحمد لله رب العالمین، تا الحمد لله میگد خداوند دوره فوری جواب میدهد، میگد این بنده من فهمیده که علم ان النعم التي عنده من عندي، فهمیده که نعمت هایی که پیش اوست از ناحیه منه، چون میگه الحمد لله. یه وقت خودم
به پدرش میگه دست شما درد نکنه تشکر، یه وقت به یه پزشکی میگه آقا تشکر، یه وقت به یه استادی میگه، یه وقت به خدا دارد میگه، میگه الحمدلله، یعنی فهمیده که تمام نعمت ها از ناحیه منه. اینه فهمیده، یعنی آدم باید بفهمه، همطور الحمدلله نگه. و خداوند میگه حالا که این فهمید که نعمت ها از منه، این یک. و دوم، و علم ان بلایا، در مقابلش هم فهمید که بلاها و مصابه دو فقق نخو به تطولی، به فضل و قدرت من بلاها ازش برگشته. اگه این دوتا رو فهمید، و خداوندم ملائکه رو شاهد میگیرد، میفرماد ملائکه شما شاهد باشید. اینا رو تو نماز خدا با آدم میگن. حالا که فهمید نعمتهای دنیا از منه، اضیف له، منم نعمتهای آخرت رو به نعمتهای دنیاش اضافه میکن. همینطور که فهمید بلاهای دنیا رو من ازش برگردندم، بلاهای آخرت هم من ازش برطرف میکنم. حالا اینا البته خیلی نیاز به توضیح و حرف دارد که حالا آدم نعمتها رو چطوری ببیند، از کی ببیند. آخه آدم گاهی هم نعمتها رو از خودش میبینه. یه خودم حواسم رو جمع کردم، خودم مواظب بودم، خودم احتیاط کردم. حالا اینا توضیحاتی دارد که حالا انشالله جلسات بعدی انشالله توضیحات بیشتری رو انشالله خدمت عزیزان عرض میکنیم. اما این خودش، حالا بقیه حدیثم بموند، اما خود این که آدم تو نماز اولا بدوند رکن تربیت عملی نمازه، و دومی که این نماز رو بدوند یک گفتگویه بین بنده و خدا، و خدا باش حرف میزنه همطور که من با خدا حرف میزنم. یه توسلی هم داشته باشی. السلام علیکه یا ابا عبدالله، ظهر روز عاشورا شنیدید مشهوره، اومد خدمت امام علیه السلام و عرض کرد که آقا وقت نمازه. حضرت هم دعاش کردن. این معناش این نیست که حضرت غافل بودن از وقت نماز، منتها این اومد یادآوری کرد، حضرت هم دعاش کردن. جعلک الله من المصلین، و نماز ظهر و ظهر عاشورا آقا امام حسین و چند نفر که مقابل حضرت ایستادن تیرباران شدن، نماز را به پا داشتند. میپرسن خیلی ها که حضرت نماز عصر رو کی خوندن. بعضی میگن نماز عصر آقا امام حسین اون ساعتی بود که عصر عاشورا تو گودال قتلگاه با بدن غرق به خون روی زمین، میگن یه لحظاتی امام یه حالتی مثل حالت سجده پیشانی رو به خاک گذاشته بودن، با خدا راز و نیاز میکردن. خدایا راضیم به رضای تو، شکر میکنم. میگن شاید این نماز عصر آقا امام حسین بود در گودال قتلگاه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خدایا توفیق زیارت و توسل و توجه به ائمه را نصیب و روزی ما بگردان. لحظه بین ما و این خانواده جدایی مینداز. خیر دنیا و آخرت به ما عنایت فرما، و آبروی امام حسین دنیا و آخرت آبروی ما مریض، گناهانمان ببخش، عاقبتمان ختم به خیر گردان. گذشتگانمان شهدا مرحوم امام سردار شهید غریق رحمتت بگردان. به نبی محمد و آله و صلوات.